به نام خدا. سلام دوستان، از اونجایی که ما ناچاریم در ابتدای دوره از برخی از توابع تو کار PHP استفاده بکنیم، لازمه که تو این ویدیو در خصوص همین یه توضیح مختصری بدم که آقا توابع تو کار توی PHP یعنی چی، و این نکته رو من بگم که آقا ما در خصوص توابع به صورت کامل و جامع در فصل مرتبط با خودش صحبت خواهیم کرد. پس اینجا فقط برای اینه که کارمون راه بیفته و بدونیم توابع چیه، و اگر من در طول شروع دوره از اون توابعی استفاده بکنم گیج نشد که آقا اینا چی بود تو استفاده کردی. پس بریم سراغ اسلاید. آقا توابع چیه؟ به صورت خیلی خلاصه و خیلی مختصر اگر بخوام بگم، یه تیکه کد آماده که برای ما کار خاصی انجام میده. مثلا یه تابع برای اینکه طول کاراکترهای ورودی رو بشماره. آقا من یه ورودی از کاربر میگیرم، نمیدونم چند کاراکتره، برای اینکه طولش رو بتونم بشمارم از توابع تو کار استفاده میکنم. یا یه تابعه که میاد یک رشته رو به تعداد مد نظر من تکرار میکنه، یا اینکه مثلا سینوس یه زاویه رو حساب میکنه، کوسینوس یه زاویه رو حساب میکنه. همه اینا توابعن، برای ما کار خاصی دارن انجام میدن. اما توابع تو کار توابعی هستن که به صورت خودکار در هسته PHP وجود داره. یعنی نیازی نیست که من بیام تابع تعریف بکنم و نمیدونم چی و چی که در فصل خودش البته ما صحبت خواهیم کرد. خب خودکار خود PHP همون اول کار از صفر صفر اینا رو داره. اما نحوه استفاده از تابع بچه‌ها خیلی ساده است. ما اسم تابع رو باید بگیم، پرانتز باز بسته. حداقل ما همین رو باید داشته باشیم. پس حداقل اسم تابع، پرانتز باز و بسته. در خصوص تابع در فصل خودش کامل صحبت خواهیم کرد. پس اینجا فقط می‌خوایم معرفی و استفاده کنیم. خب اگر هم تابع ما بسته به نوع کارکردش پارامتر بخواد، ما باید پارامترها رو براش بفرستیم و با کاما پارامترها از هم دیگه جدا بکنیم. مثال بزنیم از توابع. آقا من یه توابع دارم به نام strlen، طول استرینگ یا در واقع اون رشته. کارش چیه؟ کارش اینه که ورودی از ما میگیره، میگه آقا رشته تو به من بده، من طولش رو بهت نشون میدم. بریم استفاده بکنیم. بریم سراغ VS Code و از این طرف هم سراغ مرورگرم و اینجا یه فایل میتونم ایجاد بکنم به نام مثلا built-in functions.php. خب از اینجا یه رفرش میزنم و اینو باز میکنم. اینجا میرم سراغ PHP، این رو هم دوباره روی اکسپلورر کلیک میکنم یا کنترل شیفت ای میزنم که فعلا بسته بشه. خب این از این. و حالا بچه یه نکته، گاهی پیش میاد که شما یه چی مینویسید اینجوری خطا دارید و اینا، ممکنه اصلا این PHP نفهمه. حتما محض احتیاط کنترل اسی بزنید که بفهمه آقا این تغییر دادید و دوباره چک بکنه که خطا رو رفع کنه. خب بگذاریم از این. ما گفتیم اگر یه مثلا رشته داشته باشیم، مثلا حامد مودی، خب بخوایم طول این رو حساب بکنیم چجوری حساب میکنیم؟ همینجا معرفی کردیم یه تابع تو کار به نام strlen این کار رو برای ما انجام میده. حالا در خصوص این که چجوری از مستندات توابع استفاده بکنیم باز در ویدئوی مرتبط با خودش صحبت خواهم کرد، اما اینجا به این شکله. اگر من میخوام طول کاراکتر رو حساب بکنم باید از strlen استفاده بکنم. خب strlen string length، طول رشته. خب پرانتز باز بسته حداقلیه که ما لازم داشتیم، اما این تابع بسته به نوع کارکردش حداقل ورودی رو میخواد، میگه آقا طول کدوم رشته رو من حساب بکنم، میگم طول این رشته رو حساب بکن. خب بچه این تابع ما یه نتیجه داره، مثلا یه عدد میده. خودکارم خودش نتیجه رو چاپ نمیکنه، پس باید نتیجه رو خودمون چاپ بکنیم، بگیم نتیجه خروجی این تابع رو برای ما چاپ بکن. این تابع کارش چیه؟ ورودی رو میگیره و طول رشته رو برمیگردونه و طول رشته توسط اکو چاپ میشه. بریم نتیجه رو ببینیم. خب طول این رشته میشه 11 کاراکتر. اگر من مثلا 5 کاراکتر دیگه اضافه بکنم طول رشته میشه 16 کاراکتر. اگر هم کلن خالی باشه طول رشته میشه 0 کاراکتر. این میشه تابع تو کار، خودش کارش رو برای ما انجام میده. در خصوص مستندات من جلوتر توضیح خواهم داد. خب این از این. بریم سراغ بررسی یه تابع دیگه. خب تابع دیگه ای که اینجا میخوایم بررسی بکنیم strrev، str یا string reverse. کارش چیه؟ برعکس کردن کاراکترها. بیایم اینجا و عوض strlen بگیم چی رو چاپ بکنه، بگیم strrev رو چاپ بکنه. میاد چیکار میکنه؟ خب strrev هم بسته به نوع کارکردش
میاد و یک ورودی رشته رو میگیره که میخواد اینو کلن برعکسش کنه یا ریورسش بکنه، نتیجه رو هم اکو میکنه. بریم سراغ این و نتیجه رو ببینیم. خب رشته ما خالیه، من اینجا باید رشته رو پرش بکنم، پس میگم حامد مودی. نتیجه میبینید حامد مودی رو کلن چپه کرده. یا یه تاب دیگه بررسی بکنیم، str repeat. خب این استثناء پارامتر بیشتر میخواد، پس میام اینجا. مدل استفادهش هم بچه اینجوریه، حالا اینکه چجوری پارامتراشو بفهمیم و اینا در ویدئوی مرتبط با خودش صحبت خواهم کرد قطعا. خب من میگم str underline repeat. خب کارش چیه؟ یک رشته رو میگیره، میگه str رو به عنوان ورودی میگیره و پارامتر بعدیش میگه که تعداد تکرارش چیه، times، تعداد تکرارش که من میگم مثلا 5. یعنی این تابع پرانتز باز بسته، بسته به نوع کارکردش، اول رشته رو میخواد و بعد تعداد تکرار رو میخواد. ذخیره میکنم، نتیجه رو اینجا میبینم. میبینید حامد مودی 5 بار اومده تکرارش کرده. خب بچه ما تابع خیلی خیلی زیاد داریم، مثلا همینجا str رو جستجو بکنید، str chr، نمیدونم link، pause، rev، spn، نمیدونم str و کلی توابع دیگه‌ای که در طول دوره بسته به نوع نیازمون سراغ اینها خواهیم اومد. هیچ مشکل و نگرانی نداشته باشید. و بازم تاکید میکنم که این ویدیو فقط برای این بود که ما خود تابع رو بفهمیم. یه تیکه کد آماده است که کار خاصی برام انجام میداد. هر کدوم از این توابع یه کار خاصی برام انجام میدادن، درسته؟ اینکه چی کار میکنن به ما ربطی نداره. چجوری انجام میدن؟ بسته به نوع کارکردشون پارامتر ورودی از ما میخوان و عملیات رو روی اون پارامتر رو انجام میدن و نتیجه رو برای ما برمیگردونه، که حالا نتیجه رو من اینجا اکو کردم. حالا در طول فصل‌های آینده ما در خصوص تعریف تابع و این موارد صحبت خواهیم کرد.